امروز در چارچوب هفته 23 لیگ برتر فوتبال در ایران دو دیدار در مشهد و تبریز برگزار شد. شهرام بهرامی گزارش می‌دهد. آقای فقانی بازی شروع میشه. در نخستین دیدار امروز لیگ برتر فوتبال پدیده در مشهد میزبان پارس جنوبی جم بود. می‌بینه قاسم نژاد و ارسال داخل محبت موقعیت برای یونس شاکری. دیدار به رغم حملات دو تیم بدون گل در جریان بود تا اینکه در آخرین ثانیه های بازی به شکلی دراماتیک پدیده پیروز بازی شد. خطای دروازه‌بان پارس جنوبی جم، آن هم خارج از محوطه جریمه، با کارت قرمز مستقیم فقانی داور بازی روبرو شد. قاسم نژاد و بیرون میاد از داخل دروازه خودش. به نظر میرسه کارت قرمز، بله کارت قرمز برای دروازه‌بان پارس جنوبی. ضربه کاشته حاصل از این خطا و اخراج را محمد قاسمی نژاد روی دروازه ارسال کرد و یونس شاکری با ضربه سری آرام و ماهرانه توپ را وارد دروازه بیدفاع پارس جنوبی جمع کرد تا 3 امتیاز این دیدار به شاگردان یحیی گل محمدی برسد. پارس جنوبی هم اخراج شد. یه ضربه سر و توپ توی دروازه قرار میگیره با ضربه سری یونس شاکری. حالا پدیده 1-0 پیش میفته از پارس جنوبی جم. پدیده مشهد در رده 5 جدول لیگ و پارس جنوبی جم در رده 8 قرار دارند. با گزارش دیدار دو تیم ماشینسازی و فولاد خوزستان، در دیگر دیدار فولاد خوزستان با هدایت افشین قطبی که سابقه پیروزی بر تراکتورسازی در تبریز را داشته است، بار دیگر در این شهر در مقابل ماشینسازی حریف تبریزی خود به پیروزی رسید. تنها گل این بازی را در دقیقه 34 تاکافومی آکاهوشی روی پاس رضا میرزایی با ضربه سر وارد دروازه دخسوس دروازه‌بان ماشینسازی کرد. خوب کار کرده و خوب فرستاد. آکاهوشی ضربه رو میزنه و توپ که در دروازه قرار گرفت. گل برای فولاد. فولاد با کسب این 3 امتیاز به رده 6 جدول رسید و ماشینسازی تبریز در رده 9 رده‌بندی لیگ باقی ماند.